ولی خب همه عواملی که در دنیا هست از خارج و داخل و آدمای نادون و آدمای خشک مقدس و چیزای اینطوری هم پیدا میشن، سطحی نگر به این مسائل توجه نمی کنن، میرن سراغ یه مسائلی. فرض کنید همه این مصیبت ما این باشه که مثلا چرا چند تو زن تو خیابون اینجوری، ولی این مصیبت نباید باشه. زن باید همه همون حد اقل حجاب اسلامی رو داشته باشن. این کسی نه هیچ فقیه اینو منکره، نه هیچ مبارزی، نه هیچ باید داشته باشن. اما مسئله اینی که بقیه این مسائل چی؟ ظلم ها چی؟ زندان های بیجا چی؟ سرکوب ها چی؟ حق مردم رو حق مردم رو ضایع کردن چی؟ سرنوشت و رهبری با صراحت موقع رأی گرفتن، رأی دادن در انتخابات گفتن رأی مردم حق الناسه. حق الناسه یعنی چی؟ ما چطور به خودمون حق میدیم که اونی که مردم میخوان نگذاریم وارد بشه، اونی که مردم نمیخوان رو به زور بیاریم بر سر مردم مسلط کنیم؟ این چی میشه؟ شبی که امام رحلت کردن و سر و سرا تو بیرون جماران، بیرون حسینیه و مرکز جماران بلند شده بود، هنوز مردم نمیدونستن امام، چون خبر پخش شده بود که حال امام خوب نیست، ولی مردم ناراحت بودن. خب جنگ هم تموم نشده بود، ماها همه احساس خطر میکردیم که خدایا امام وقتی که اعلان بشه رحلتشون، خب صدامی ها از این فرصت استفاده میکنن و یه دفعه وارد کشور میشن، به ضربه های بزرگی میزنن، ما نمیدونیم چی میشه. تصمیم گرفتیم که اون شب فوت امام اعلام نشه، امام فوت کرده بودن دیگه، تصمیم گرفته چه کار کنیم، ولی زمزمه گریه از داخل خانه بلند بود. دوستان به من گفتن تو برو تو خانواده، تو با اینا بیشتر آشنا هستی، بگو که الان مصلحت نیست، سیاست این شده که این خبر اعلام نشه، شما آرام باشید. ما رفتیم این جملات رو گفتیم، خانمم اشاره کردن، خانه آرام آرام شد، ما دیگه صدای گریه از خانه نشنیدیم اصلا. و خبر فوت امام رسمی نشد گرچه شایعه ای بود. فردا که ما جلسه خبرگان رو داشتیم برای تعیین رهبری بعد، وسطاش بود که آقای روحانی آمد به من، دکتر روحانی اون موقع معاون ما بود تو جنگ، آمد به من گفت که الان خبرهای رسید از جبهه که ارتش عراق از چند نقطه آماده شده برای آمدن در ایران. من این رو به خبرگان گفتم، البته خبر رو ما نرسیدیم بررسی بکنیم ببینیم چقدر صحت داره، ولی احتمالش جدی بود. ما این رو به خبرگان گفتیم، خبرگان هم گفتن ما باید همین امروز مسئله رو تمام کنیم. به تمام شد، به خوب هم تمام شد، اونجوری که ما میخواستن شد. بعد مسئله دوم، در سال 84 من واقعا یک موی بدنم راضی نبود که بیان در رقابت های انتخاباتی وارد بشن. بعد از دولت آقای خاتمی بود و انتخاباتی برای رئیس جمهور بعد، می گفتم نمیام، همه می دونستم من نمیخوام بیام. سخنرانی ها بود، ملاقات ها بود، فشار ها بود. خانم امام من خواستن، فرمودم که امام این انقلاب رو به دست شما و دوستانتون دادن، شما الان بخواید به دست کی بسپاری؟ می دونی اینا کیان؟ چه کار خواهند کرد با انقلاب؟ من واقعا از اون حرف ایشون تکون خوردم، عشق تو چشمم آمد و بیرون اومدم. رفتیم قبول کردیم بریم اسم بنویسیم. خب امام از رفتارشون با همسرشون که خیلی چیزا میدونیم نشون میده که چه احترامی به زن قائل بودند. ایشون خیلی هم متعصب بودند در جهاتی، قبل از اینکه انقلاب بکنن گاهی از خانمشون، من این را از طریق همسرم خانوادمون شنیدم که امام، خب ایشون میگن یه وقتی امام مثلا خانواده امام داشتن با اون مرد خونه ای که برایشون خرید میکرده تو صحبت میکرده، امام گفته چرا اینقدر با اینا حرف میزنی؟ خب یه دو کلمه بنویس بده. آقای پسندیدی که می آمدن کاری داشتن،
خانم امام باید از پشت در یه چیزی بده یا بگیری یا از پشت پرده اینقدر مراقبت میکردن ولی بعد از اینکه انقلاب شد و شرایط جدید اومد به اینجا رسیدن که دخترشون در حضور خودشون برای مردم تو جلسه سخنرانی میکردن اینجا صدای همسرشون رو نمیخواستن کسی دیگری بشنوه ولی اینجا صدای دختر جوانشون رو موافق بودن برای اینکه زمان فهم میکنه قبلشون میگفتن رادیو اون زمان رادیو حرام بوده ولی حالا تلویزیون و رادیو و فیلم و همه اینا موسیقی و همه رو حلال میدونستن که خب فتواشون هم هست